مراسم پایانی 76مین جشنواره فیلم ونیز در این شهر شناور روی آب شروع شده. بذارید اول نگاهی بکنیم به تصاویر زنده از اختتامیه این مراسم که تصاویر همین الان از ونیز داریم. همه در انتظار اینن که ببینن شیر طلایی این جشنواره به کی میرسه. جشنواره بسیار معتبر با حضور سرشناسان سینمای جهان. به محض اینکه البته اطلاعات بیشتری به دست ما برسه هم با شما در میون خواهیم گذاشت و خواهیم دید که چه کسی تا خواهد توانست جایزه اصلی رو از آن خودش بکنه. امسال البته فیلم های از افغانستان و ایران هم در این جشنواره روی پرده رفت. فیلم حوا، مریم، عایشه ساخت صحرا کریمی فیلمساز افغان کلیشه های رایج در این کشور و به ویژه زنان افغان رو به چالش کشیده. این فیلم تصویری از زندگی سه زن از سه قشر متفاوت جامعه در کابل امروز رو نشون میده که با گرفتاری های بزرگی در زندگی خودشون روبرو هستند. بخشهایی از خود فیلم و تشویق هزار و عشق های شوق کارگردان رو بعد از اکران فیلم ببینید. خب اجازه بدید که با صحرا کریمی صحبت بکنیم که همین الان از ونیز با ما هستند. خانم کریمی خیلی خوش اومدید، تبریک میگم. حس شما توصیف نشدنی بود بعد از اکران فیلم، کمی در مورد این حس بگید. سلام عرض میکنم به شما و تمام بینندگان تلویزیون خوبتان. خب وقتی که آدم از افغانستان باشه و بسیار سختی فیلم بسازه و با بودجه تقریبا خیلی مستقل فیلم بسازه و او فیلم در واقع بسیار استقبال بشه، در 4 و 5 نمایشی که داشته کلان سالن پر بشه و مردم مشتاق باشن، خب یک حس عجیبی با آدم دست میده، به خاطر اینکه احساس میکنه که تمام مشکلاتی که در تمام این دوره تحمل آدم میکنه، ما تیمم و تمام کسایی که در این فیلم کار کردن در واقع جواب داده و ما شاید به مو خاطر بسیار احساساتم زیاد شد و جریحه دار شدم و گریان کردم. بله صد البته قابل درکه. روایتی هست از سه زن با پیچیدگی هایی که جامعه زنان با اون دست و پنجه نرم میکنند. استقبال خوبی شده، اشاره کردید، بزرگان عرصه سینما این فیلم رو ستایش کردند، ولی چه اتفاقی بعد از این میفته؟ آیا مثلا شما انتظار جایزه هم دارید؟ انتظار تقدیر بیشتر از این هم میره؟ فیلم همکنون مراسم اختتامیه در جریان است و من از درون مراسم اختتامیه یعنی برآمدم که شما گپ میزنم. خب در هر رقابتی که شرکت میکنه یک فیلمساز و دوست داره که جایزه ببره، دوست داره که فیلمش برنده بشه، اما من فکر میکنم برای سینمای افغانستان و برای من به عنوان یک فیلمساز زن افغانستان حضور این فیلم در این جشنواره بسیار مهم جهانی
خیلی خیلی در واقع مهم است و به نظر من خودش یک برد و یک برنده شدن است، چون فیلم های خیلی خوبی در جشنواره در بخشی که من شرکت کردم، بخش در واقع افق ها شرکت کرده بودن. هر فیلمی که برنده بشه من خوشحال میشم، به خاطر اینکه من خودم و تمام تیمم و تمام همکارام که با ما آمده بودن ونیز، خوشحال هستیم که فیلم ما از طرف مخاطب بسیار استقبال شد. دید منتقدین با مخاطبین خیلی فرق میکنه، اما در نهایت امر باید فیلم با مخاطب رابطه برقرار بکنه. ما هنوز خبر ندارم در مورد نتایج، منتها هر اتفاقی بیفته خوشحال هستیم که اینجا حضور داشتیم. خیلی هم خوب، البته در بخش افق فیلم های دیگه هم هست، به اونها بر میگردیم. خانم کریمی با ما بمونید، همونطور که اشاره شد فیلم های دیگه هم هستن، از جمله فیلم متری شش و نیم به کارگردانی سعید روستایی، تنها نماینده سینمای ایران در بخش افق های جشنواره ونیز که فیلم خانم کریمی هم در همون بخش هست. چهره های مطرحی مثل پیمان معایدی، نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار در این فیلم بازی کردن، بازیگرانی که همه در فیلم ابد و یک روز فیلم یعنی فیلم قبلی آقای روستایی هم نقش داشتن. متری شیش و نیم داستان یک پلیس و یک خلافکاره، دور باطل فقر و اعتیاد. مأمور پلیس مبارزه با مواد مخدر دنبال فروشنده بزرگ ماده مخدر شیشه در تهران میگرده. کارگردان جوان فیلم برای ساخت این اثر با صدها کارتون خواب و معتاد واقعی هم کار کرده تا چهره واقعی تری از این مشکل اجتماعی بازتاب بده. احیانا اشتباه نشده، پلیس منم و تعمولی بود که رفت. شما حرفمون رو باور میکنی؟ شما رو حساب میدی، رقم از هم بگی صافی تو حساب. من عقد کردم چند وقت دیگه هم عروسی بده. میخوام بدونم تو رنجی شده که بیواسطه صاف تو چشای من نگاه کنی؟ اگه مرمون نبودی که یه رسی داشتی از کمتر از 500 متری من رنجی کنم. همچنان صحرا کریمی رو داریم از ونیز با ما. خانم کریمی، البته خب میدونم لحظات هیجان انگیزی برای شما، شما با سینما ایران آشنایی زیادی دارید، با داریوش مرجویی کار کردید، تهیه کننده خود شما هم کتایون شهابی از ایران بوده، نظر شما در مورد متری شیش و نیم چیه؟ قبل از اینکه راجع به مترشونیم گپ بزنم، من با آقای داریوش مهرجویی کار نکردم. من تز دکترای من راجع به کارهای آقای مهرجویی یک بخشش نوشته بودم و یک فیلم کوتاه از افغانستان هم در رقابت‌های فیلم‌های کوتاه شرکت داره به نام رقیه از دیانا جان ساقب، که امیدوار هستم که این فیلم هم در جایزه ببره و در رقابت‌ها شرکت کنه. متر شش و نیم در واقع فیلمی است از کشور ایران. من خوشحال هستم که کشور ایران و افغانستان تونستن نماینده داشته باشند در جشنواره ونیز و بسیار به نظر من بسیار مردم ایتالیا و کسایی که آمده بودن در سالن از فیلم متر شش و نیم استقبال کردن و خیلی خوشحال هستم که به هر حال تونستیم دو کشور همسایه در بخش هنر فرهنگ هم در کنار همدیگه استاد بشیم و خانم کتایون شهابی هم تهیه کننده فیلم ما هستن و در واقع از ایران هستن، خانم مسانه مهاجر، خانم اینا همه با ما کار کردن و خیلی خوشحال هستیم که ما امروز اینجا بودیم و از عزیز سینما نمایندگی کردیم. خیلی ممنونم که تصدیق کردین و همینطور براتون آرزوی موفقیت میکنم. و اما راجر واترز از گروه اسطوره‌ای پینک فلوید و از بنیانگذاران این گروه هم با فیلم ما و دیگران در جشنواره ونیز شرکت کرده. آقای واترز که از منتقدهای سرسخت سیاست‌های اسرائیل و از حامیان تحریم اسرائیل و مدافع حقوق فلسطینی هاست، با چفیه روی فرش قرمز حاضر شد. فیلم آقای واترز یک ستاره بریتانیایی رو در کنسرت‌هاش نشون میده که ویدیوهای پشت سر او هنگام اجرا در حال پخشه، ویدیوهایی از جنگ، بحران پناهجویان و حقوق مدنی و سیاسی. با تصاویری از اون برنامه امشب 60 دقیقه رو به پایان ببریم.